أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين وحافظ السماوات والأرضين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على خاتمهم وأفضلهم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين وخيرة الله الأنجبين أما بعد عن مولانا الرضا عليه أفضل صلوات المصلين إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين صدق مولانا الرضا عليه افضل صلوات المصلين عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم امركم اول تر از همه شما مؤمنین موحد و خداجو نمازگزاران عزیز و از همه شدیدتر و اکیدتر خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی، تقوایی که سند بقا و ماندگاری و پایان نیک از آن متقین معرفی شده است. مقدم شما مؤمنین خداجو و نمازگزاران عزیز را در این مکان مقدس در این سنگر عبادت و سیاست گرامی می‌داریم و از خدای بزرگ مغفرت و آمرزش و سعادت دنیا و آخرت را برای همه تان از بارگاه ایزد منان آرزومندم. عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت ایام سوگواری و عزاداری و اسارت اهل بیت عصمت و طهارت که بدون شک این روزها روزهای سخت و سنگینی است برای اهل بیت عصمت و طهارت. خدای سبحان همه ما را در مسیر ارزش‌های مکتب عاشورا و ارزش‌های والای اسلامی ثابت قدم بدارن به برکت صلوات. از برجسته‌ترین و بزرگترین حوادث این ماه حادثه علمناک عاشورا و شهادت مظلومانه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران فدایی اون امام بزرگوارن. جریان عاشورا درس‌های بزرگ، پیام‌های بزرگ و ارزش‌های ماندگار را ثبت تاریخ بشریت نمود. یکی از بزرگترین درس‌های مکتب انسانساز حضرت ابا عبدالله حسین عزت و عزت خواهی و عزت طلبی است که در فرمایشات بزرگ و هدایتگر کشتی نجات بشریت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام مشاهده می شود. لذا خطبه اول را اختصاص می دهم به عوامل عزتمندی و عزیز شدن جامعه و افراد و انسان‌ها. رهبر عاشورا در تأسیس عاشورا و
و همچنین در مناسبت‌های دیگری از مسئله عزت و عزت طلبی سخنان به میان آورده که معروفترینش همه می‌دونیم موقعی که حضرت را مجبور به بیعت و شهادت می‌سازند، حضرت می‌فرماید هیهات من الذله، از ما عزت، از ما ذلت به دور است و مسیر ما مسیر عزت است. عملا همینطوری شد. عاشورا از نظر تحلیلگران دوست و دشمن یک مکتب عزیز هست، یک مکتب عزتمند است و پیروانش هم عزتمند خواهد بود. جای دیگری اون حضرت می فرماید که دعوته ذلیلا فاعزنی، یا من دعوته ذلیلا فاعزنی، ای خدایی که من در کمال کوچیکی او را یاد کردم و خواندم، اما او ما را به اوج عزت و بلندان رساندن، نتیجه اینطوری شد. یا در فرازهای از دعای عرفه می خوانیم که حضرت می فرماید یا من خص نفسه بالسمو و رفع و اولیاءه بعزه یعتزون، ای کسی که بزرگترین جایگاه عزت و بالاترین مقام عزت را از آن خود نمودی و به اون جایگاه قرار گرفتی و اولیای الهی دوستان پروردگار از بحر و از سرچشمه عزت الهی عزتمند می شود و به عزت می رسند. لذا بحث عزتمندی در فرهنگ عاشورا و در مکتب حضرت ابی عبدالله الحسین از جایگاه بلندی برخوردار است. عوامل را معرفی بکنم تا باشد که از این روزهای بزرگ و با عظمت بهره گرفته باشیم. وقتی به فرهنگ دینی ما و بیان ائمه معصومین مراجعه میکنیم، یکی از مهمترین ریشه و منشأ عزتمند شدن افراد و جوامع و انسانها بحث توحید و یکتاپرستی و عبادت پروردگار را مطرح میکنند. هر جا که یکتاپرستی است عزت است، هر جا که عبادت و بندگی پروردگار است از اونجا انسانها عزتمند می شود و منشأی برای عزتش قرار می گیرند. بدون شک نماز عبادی سیاسی جمعه ریشه و منشأ و سنگر عزت عزتمندان عالم است و در سایه این سنگر بزرگ عزت بزرگی و عزتمندی بزرگ شامل حال انسان ها قرار می گیرند. نماز جمعه سنگر عزت است، سنگر اقتدار است، سنگر شکوه و ابهت و عظمت انسان های نمازگزار در تاریخ انسانی و در تاریخ بشریت خواهند بود. در روایات داریم العزیز و بغیر الله ذلیل، کسی که عزتش را از آدرس غیر خدا بخواهند جستجو کنند و از کانال غیر توحید بخواهند عزیز بشن امکان ندارد، او ذلیل است. ولو این که از لحاظ ظاهری تجملی و قاری شکوهی بالاخره آدرس عنوانی چشم پرکنی داشته باشند، ولی در حقیقت امر او ذلیل خواهند بود. قرآن کریم هم می‌فرماید که ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنین، اولین منشأ و اولین مصدر عزت خدای سبحان است. در سایه عزت خدای سبحان مؤمنین عزیز می‌شود و اولیای الهی به عزت می‌رسند. و بعد هم عزت واقعی از آن رسول خدا و پیامبران الهی است و در مرحله سوم هم عزتمندان عالم مؤمنین دنیا خواهند بود که ما کوشش کنیم در راستای بندگی، در راستای
اقامه نماز جمعه و جماعات در راستای عمل کردن و دستورات دین ما، این گزینه سوم که قرآن به عنوان عزتمندان تاریخ معرفی میکنه در این راستا قرار بگیریم و مؤمنین عزتمند، جامعه ما جامعه عزتمند، خانواده های ما خانواده های عزتمند باشن. در بیان دیگری از حضرت امیر بیان مولا الموحدین داریم، میفرماید که من اعتز بغیر الله اهلکه العز، هر کسی که عزتش را جستجو کنن از آدرس غیر الهی و از منبع دیگری بخواهن عزت به دست بیاورن، خود همون عزت سبب هلاکت و نابودی این گونه افراد قرار میگیرند. ببینین در دنیای موجودات زنده کرم ابریشم با تولیدات خودش نابود میشود، اونقدر ابریشم تولید میکنه مواد خام ابریشم تا اینکه دست و پاگیرش میشود، تا اینکه نفسگیرش میشود و در وسط تولیدات خودش نابود میشود و از بین میروند. عزت های غیر الهی اینطوری هست، خود مقام آدم رو نابود میکنن، خود شخصیت اجتماعی بلای جان آدم میشود، خود قدرت های ساختگی و عزت های ساختگی آدم را به مهلکه میاندازد و سبب هلاکت و نابودی انسان ها میشود. اینا را هم در عرصه اجتماع، هم در عرصه قدرت، هم در عرصه های مختلف زندگی شما بارها شاید مشاهده کرده باشین و دیده باشین که امیر بیان می فرماید کسی که عزتش را از آدرس غیر خدا بخواهد به دست بیاورد، خود همین عزت موجب نابودی و سقوط و هلاکت این انسان ها می شود. این روزها به یک نحوی مربوط به حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام هست. ایشان هم یک بیانی داره که این عامل اول را با همین فرمایشات ایشان به پایان میبرم که عامل اول توحید است، یکتا پرستی است. حضرت در دعای 28 صحیفه سجادیه که یک دایره المعارف بزرگ حقوق و اجتماع و معارف و بالاخره توحید و هر چی که بخواییم، این فرمایشات ناب حضرت امام زین العابدین است. در بخشی از این دعا داره می فرماید که فکم قد رأیت یا الهی من اناس طلب العز بغیرک فزدو، ای خدای من نمونه های زیاد را سراغ دارم که خواستن از آدرس غیر تو عزیز بشن و عزتش را از راه غیر خدا خواستن به دست بیارن، اما نتیجه چیزی دیگر شدن، فزلو، اینا زمین خوردن، ذلیل شدن و اونطوری که هدف داشتن به اون هدف اساسی خودش نرسیدن. لذا عامل اول عزتمندی بحث بندگی پروردگار و ارتباط با خدا و طاعت و بندگی خدای سبحان است. بندگی کن تا که سلطانت کنن، شاعر خیلی زیبا حرف میزنن، بندگی کن تا که سلطانت کنن، تن رها کن تا همه جانت کنن. تمامی هستی و عزت و اقتدار آدم به جان و روح و روان انسان هاست. خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن که انسانت کنن، چون نداری درد درمان هم مخواه، درد پیدا کن که درمانت کنن. تضرعی در محضر خداوند، یاد پروردگار، ذکر پروردگار، نیایش و تعظیم در برابر خدای سبحان چاره درد هاست، چاره گرفتاری هاست و کلید عزت آدم هاست.
شکر و تسلیم و مسلمانیت کو، ای که میخواهی سلیمانت کند. سلیمان نمونه از انسانهای عزیز در تاریخ بشریت است. اقتدار داشت، عزت داشت، خدم و حشم و تشکیلات داشت، حتی بر وحوش و طیور فرمان روایی داشت. تمام این قدرت و عزت در سایه بندگی پروردگار و در سایه یکتاپرستی و توحید سلیمان پیغمبر بود. عامل دومی که انسانها را عزیز می سازند و زمین ساز عزت می شود، مسئله رهبری و زعامت اعتقادی و فکری بشر است. انسانها در سایه زعیم و رهبر عزتمند عزیز می شود. انسانها در سایه رهبری انسانهای معصوم که خدای سبحان رهبریت اونها را تأیید کرده است، به عزت واقعی و اقتدار واقعیش میرسند. قرآن کریم سوره طه آیه 134: ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخضع. خدای سبحان میگن که اگر من نگید آدم ها را قبل از اینکه رسول و پیامبری به اونها بفرستم به عذاب مبتلا کنم، قطعا اینها اعتراض میکنن و صدای اعتراضشان بلند میشه که چرا برای ما رسولی پیامبری هادی نفرستادی تا اینکه ما به آیاتت عمل میکردیم و آیاتت را مطابقت میکردیم قبل از اینی که ما خار و ذلیل بشویم، قبل از اینی که از مسیر عزت و سنگر عزت دور بشویم و بمانیم، باید ارسال رسول صورت بگیرن. پس هدف اساسی ارسال رسول و پیامبران الهی رسیدن انسانها و جامعه انسانی به عزت و اقتدار واقعی است. در سایه رهبران معصوم انسان به عزت میرسد. اساسا دست بشریت را دادن به دست رهبران غیر الهی و رهبران غیر معصوم جفای به بزرگ به بشریت است، خیانت به بشریت است، خیانت به طبیعت است. اصلا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. این جهان، طبیعت، هستی کار میکنه، زمینه فراهم میکنه، تولیدات، حاصل و بهره و ثمر، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، تا تو انسان به یک جایگاه و مرحله‌ای برسی. وقتی انسان با این همه عظمت دستش به یک انسان غیر الهی، غیر معصوم، یک انسانی که زمینه سقوط و لغزشش ممکن است بدهد، این جفای به نظام طبیعت و نظام هستی خواهد بود. پیامبر اکرم در یک حدیثی دارند که در منابع فریقین آمده، می فرماید لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا الی اثنا عشر خلیفه. این دین اسلام همواره عزتمند است. نفع بالای نفع معنای استمرار و دوام عزت را میدهند. لا یزال هذا الدین، همیشه این دین عزتمند است، مقتدر است و نفوذ ناپذیر است تا زمانی که پیروی از این 12 تا کوکب الهی و خلفای الهی در روی زمین وجود دارند. چرا اینقدر عاشورا بها دارند؟ چرا اینقدر مکتب حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام پویایی و درخشندگی و جاذبه دارند؟ چون تأسیس کربلا با دستان رهبر مقتدر الهی امام معصوم حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام سید جوانان اهل بهشت صورت گرفته است.
حدیث را از امام رضا علیه السلام در آغاز خطبه خدمت شما قرائت کردم. حضرت می فرماید ان الامامت زمام الدین، زمام الدین و رشته کلیدی و حیاتی دین امامت است. و نظام المسلمین، در سایه امامت نظم و ثبات اجتماعی صورت می گیرند. و صلاح الدنیا، هرچه صلح است، سازش است، مصلحت نگری است، آشتی است، در سایه مکتب امامت و در سایه فرهنگ امامت وجود دارد. پیروان مکتب امامت اهل صلحن، اهل سازشن، اهل نظم و ثباتن و این حقیقت امامت را تشکیل میدهد. و عز المؤمنین، اونی که محل بحث من است، مایه عزت همه مؤمنین هست. با اعتقاد به ولایت انسان ها عزت پیدا میکنن، با دوست داشتنی ائمه معصومین انسان ها عزیز میشوند، با تقویه اعتقاد به رهبران معصوم چون ائمه علیهم السلام انسان ها به اون عزت واقعی و اقتدار واقعیش میرسن. این دومین عامل عزت و عزتمندی جامعه هست. خدای سبحان این توفیق را عنایت کنند در سایه مکتب ارزشمند اهل بیت و در سایه مکتب عزیز اهل بیت عزتمند قرار بگیریم. صلوات و مرحمت کنیم. سومین عامل عزت در فرهنگ دینی ما بحث عفو و گذشت است. در زندگی اجتماعی و انسانی قطعا تخطی ها وجود دارد، قطعا کوتاهی ها صورت میگیره، قطعا خلاصه بی حرمتی ها و بی نزاکتی های صورت میگیره، ولی پیام دین، درس دین و درس عزت این است که باید مقابله به مثل صورت نگیرد. قرآن می فرماید اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی در برابری یک ده انسان جاهل، یک ده آدمای بی نزاکت، یک ده انسان هایی که حدود و حقوق انسانی را رعایت نمی کنه قرار می گیریم، با سلام و تحیت باید ماجرا را حل نمایید. بعضی از این دستور قرآنی استفاده سو می کنند. از اون سلامی که اینجا آمده، اون سلام با روند و روش و نحوه جواب دادنش تبدیل به سلام اهانت میکنه، تبدیل به سلام استهزا میکنه. نه، جریان اینطوری نیست، حقیقت این نیست. باید در سایه تسالم، سلام یکی از اسمهای پروردگار است. سلام اون اسم بزرگ است که به واسطه او آتش نمرودیان تبدیل به گلستان می شود و بدن خلیل الرحمن را، ابراهیم خلیل را نمی سوزاند. باید برخورد عام و سالمت آمیز باشند، حتی در برابر استهزا، حتی در برابر توهین، حتی در برابر کوتاهی هایی که صورت می گیره. پیامبر اکرم فرمود علیکم بالعفو فإن العفو لا یزید العبد الا عزا. من شما را به عفو و گذشت توصیه می کنم. در عرصه اجتماع باید از عفو و گذشت استفاده بکنیم. در عرصه قدرت و سیاست از مهمترین پلان کاری شما عفو و گذشت متخلفین باشه و تخطیگران باشه. در مسئله شخصی، در مسئله خانوادگی کوتاهی ها باید مورد عفو قرار بگیره، لغزش ها باید مورد عفو قرار بگیره. فإن العفو لا یزید العبد الا عزا. میوه و ثمر عفو و گذشت در تمام شؤونات زندگی عزتمند شدن و رسیدن به اون عزت واقعی است که همه خواهان او هست. پس بنابراین عامل سوم عزتمند شدن انسان ها و عزیز شدن جامعه و اجتماعات مسئله عفو و گذشت است.
که مقابله به مصر صورت نگیرن. مقابله به مصر خیلی کار آسانی هست، بچه های کوچده هم این کار میکنه. کلوخنداز را پاداش سنگ است برادر، این جواب است، نه که جنگ است، نه. لذتی که در عفو است در انتقام نیست. عزت با این معیاری که از پیامبر اکرم میگیریم، عزتی که در سایه عفو و گذشت است در انتقام نیست، در مقابله به مثل نیست. شاید از لحاظ حقوقی بعض حقوق برای انسان جلب بشود، تشریع بشوند و از لحاظ حقوقی انسان حق مقابله به مثل را داشته باشند، ولی خوی مردانگی و آن عزت و اقتدار حسینی که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام می فرمایند حیات من الذله، یک بخش عظیمش در سایه بخشش و در سایه عفو و گذشت نهفته است که از این آدرس انسانها به اون عزت و اقتدار واقعی میرسن و نائل میگردد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسوله الامین و اصحابه اجمعین، سیم ابن عمه و وصیه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام و على بنته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء و على سبتيه إمامي الهدى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين و علي بن الحسين و محمد بن علي و موسى بن جعفر و علي بن محمد و محمد بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي والحجة القائم المنتظر صلواتك عليهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر شما مؤمنین خداجو، مهمانان سجاده عبادت و بندگی سنگر عبادی سیاسی نماز جمعه، اعم از پدران، برادران، جوانان و نوجوانان، خواهران و مادران شرکت کننده این سنگر عظیم عبادی سیاسی، توصیه می کنم بر رعایت تقوای الهی، از همه مهمتر خودم نیاز اشد و بیشتر به تقوای الهی دارم. از خدای بزرگ توفیق رعایت تقوای الهی و حدود الهی را برای یکایکمون آرزو میکنیم. خدای سبحان انشاءالله توفیق طاعت و ترک معصیت که همانا یکی از معنای تقوا و معناهای تقوا هست برای یکایک ما مرحمت بفرماید، در جمع متقین باشیم. در خطبه دوم میخواهم اشاره داشته باشم به مناسبت هایی که پیش رو است و در آستانش قرار داریم. در این روزها در 19 ماه محرم الحرام، 19 ماه محرم مصادف است با حرکت کاروان اسرای آل الله به طرف شام مهنت قرین. 25 محرم بنابر بعض روایات مصادف است با شهادت مظلومانه و جانکاه
حضرت سید الساجدین امام العارفین امام سجاد علیه السلام. بدون شک نقش اسرا در ماندگاری عاشورا و در جهانی سازی انقلاب بزرگ حضرت ابو عبدالله الحسین نقش کلیدی و محوری بوده. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود. امروز و این روزها اوج حماسه آفرینی و اوج انقلاب تبلیغی و روشنگری زینب کبری سلام الله علیها و حضرت سجاد زین العابدین هست. مصیبت و غم بزرگی که امروز بر شانه بشریت سنگینی میکنه، سالها هم ازش میگذره، در اون جریان فقط بر قلب مهنت آفرین و قلب صبور و داغدار زینب کبری سلام الله علیها قرار داشت. گاهی اوقات شاید مستمعی، شاید طلبه، شاید سخنرانی دنبال بهانه جویی و بهانه طلبی باشند که فضا برای تبلیغ عاشورا و ترویج عاشورا و فرهنگ عاشورا وجود ندارند. محدودیت ها هست، گرفتاری ها هست، مشکلات هست. ولی میخوام عرض کنم که از بدو تأسیس عاشورا جهانی سازی و تبلیغ فرهنگ عاشورا با سختی ها و گرفتاری ها و مشقت های بس بزرگی نسبت به امروز و تاریخ های دیگر بوده است. جریان تبلیغ این فرهنگ بزرگ با دنیای مصیبت، با دنیای مظلومیت، با لباس اسارت صورت گرفته. امام سجاد زین العابدین از فرهنگ عاشورا با بازوانی بسته و مقید به زنجیر تبلیغ کرده است و باید همچون جریان اجازه کلام نبوده، اجازه سخنرانی نبوده. بعد از اصرار فراوان و پادرمیانی مجلسیان، امام زین العابدین با بازوان بسته توانایی پیدا کرد که خودش را معرفی بکنه. انا ابن مکه و مینا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن محمد المصطفی. و انا ابن علی المرتضی و انا ابن الشهید و کربلا. با این بیان و با این وضعیت از عاشورای حضرت ابی عبدالله علیه السلام دفاع کرد. ای یزید یوسف زهرا منم، در نسب پیغمبری تفسیر بر طه منم. با یک همچون وضعیت تبلیغ عاشورا و جهان سازی عاشورا صورت گرفته. زینب کبری سلام الله علیها یک نقش را در عاشورا بازی کرده و یک حماسه را آفریده که تا دامنه قیامت این شجاعت، این فصاحت، این بلاغت، این جرأت، این دقت در خور تأمل است و اتمام حجتی است برای همه عاشورائیان عالم و سبب مایه اقتدا هست برای همه عاشورائیان در طول تاریخ. طرف زمامداره، حاکمه، بر میز قدرت تکیه زده، دست از این عفاف و عزت و اقتدار بر نمی، یعنی فساد و تبهکاری و بدبختی آدم ها گاهی اوقات به جایی میرسه که از بالبال زدن مظلوم و از دست و پا زدن مظلوم لذت میبره. اسرا وارد مجلس عبیدالله شد، ملبس به لباس اسیری. یکی از روزخانه فقط همین یک تکه را روزه خواندن که زینب وارد مجلس عبیدالله شد. اما چی ورودی دل محبانش را آتش میزنن. برای اینکه بیشتر دل اهل بیت سوخته باشه، زخم زبانی زد. ما رأیت صنع الله، زینب کار خدا را، نقشه خدا را چگونه دیدی؟ مردانتان
قدعه قدعه شدن، در میدان باقی مان بدنهاشان، زنها دختر بچه ها اسیر شدن، حالا آمدین وارد مجلس ما. زینب کبرا سلام الله علیها یک جمله داره، فرمود ما رأیت الا جمیلا. من در سرزمین کربلا جز جمال، جز جمیل، جز زیبایی چیزی دیگری ندیدم. عقیده من اینه، باور من اینه که این جمله بی بی زینب کبرا سلام الله علیها تفسیرش، حقیقتش، بیانش بر همه تاریخ و بر همه تحلیلگران تاریخ سنگینی میکنه. زینب داره چی میفرماید؟ ما رأیت الا جمیلا. خنده علی اصغر را شما دست کم میگیرید. او نهایت ظلم و ستم و افتضاح و رسوایی نیروی عبیدالله و یزیدیت را ثبت تاریخ بشریت کرد و این طرف اوج مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت را به نمایش گذاشت. ما رأیت الا جمیلا، هرچی وفاست علمدار کربلا داره. ما رأیت الا جمیلا، هرچی ادب است در میدان کربلا و در وجود نازنینی علی اکبر ابی عبدالله حسین علیه السلام جمع است، که خود حضرت میفرماید جوانی که خلقن و خلقن و منطقن شبیه رسول الله است داره در میدان کارزار میرود. ما رأیت الا جمیلا، شما با بدنهای قدعه قدعه روی آفتاب مانده با چشم حقارت نگاه میکنید، اما اینها لاله های بزرگ اسلام است که تا دامنه قیامت هرچه عزت است، هرچه اقتدار است، هرچه شکوه است، هرچه آزادی و آزادمنشی است در سایه اهداف این شهدای والا مقام نهفته است و تصویر اقتدار و عزت را این شهدا به نمایش گذاشتند. عبیدالله، اسیری ما را چی تفسیر میکنی؟ درسته در ظاهر ما لباس وصله‌دار به تن داریم، لباس نامناسب به تن داریم، والله هر وصله چادر بی بی زینب کبرا سلام الله علیها وصله عزت و اقتدار اسلام است. لباس به ظاهر اسیری و ژولیده اسرای کربلا عفتی است، حجاب است، پوشش است که عاشورائیان تا دامنه قیامت دست از این عفاف و عزت و اقتدار بر نمی دارن و ریشه این درس را از عاشورای حضرت ابو عبدالله الحسین گرفتن. ما رأیت الا جمیلا. مردم، لباس پاره ما خنددار نیست. مردم، لباس پاره ما خنددار نیست. کاخ غرور کاذبتان پایدار نیست. زینب کبرا پیام داد ای زمامداران، هر دستگاهی که بر اساس ظلم و تعدی و خیانت به بشریت روی پا استوار باشه به زودترین فرصت از بین می رود و نابود می شود، ماندگاری ندارد. مردان ما به نیزه در کوچه های شهر گرداندن زنان حرم افتخار نیست، نانجیبان روزگار. آخر حریف شناسی یک اصل است. جنگ، جهاد از خود قانون دارن. چرا اگه ده اهل بیت بی پناه را از کوچه به کوچه، از بازار به بازار سیر میدید؟ این رسم مردانگی و رسم جوانمردی نیست. در سختی و بلا به خدا تکیه میکنیم، سر میدهیم در راه او شعار نیست. ای بزدلان، ای بزدلان زبان بر ما سنگ میزنید، در دستهای بسته ما ذوالفقار نیست. روزگار صاحب ذوالفقار از ما بود، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اما در مثل چنین روزی شما دارین بر یک مجموعه زن و کودک
اوج ظلم و قباحت و افتضاح و رسواییتون را به نمایش میگذارین، اما بدانین این کاخ استبداد نخواهند بقا و ماندگاری داشت و روزگاری تبدیل به ویرانه‌ها و افتضاح تاریخ خواهند شد. یک بخش از مناسبت های امروز مربوط به حضرت زین العابدین هست که پیغمبر خاتم میفرماید روز قیامت وقت در صحرای محشر صدا بلند می شود کیست زینت دهنده عبادت کنندگان عالم. همونطوری که حضور شما مؤمنین خداجو زن و مرد نمازگزار باعث زینت این سنگر و این جایگاه و باعث زینت نماز عباد سیاسی جمعه هست، روز قیامت می فرماید کجاست زینت عبادت کنندگان عالم؟ می فرماید آقا زین العابدین از جا بلند میشه با اون عنایت الهی لقب زین العابدین برای حضرت سید السجاد امام زین العابدین داده میشود. بعد از شهادت، بعد از شهادت مظلومانه حضرت سجاد، فهمیدن که روزانه حضرت امام زین العابدین تکفل و غذا و نان آب 100 تا خانواده رو به عهده داشت. اینا بعد از شهادت حضرت فهمیدن که اون کسی که لیلهای شب مثل پدر بزرگش امیرالمومنین ظرف غذا و خرما و نان آب به شانه میگیرن و انتقال میدهد به مستمندان عالم، او حضرت سید الساجدین امام زین العابدین بودن. نوازش به بینوایان عالم و مستمندان عالم یکی از درس هایی است که از زندگی عزتمندانه سید الساجدین حضرت زین العابدین ثبت تاریخ بشریت شده و مسئولیت بزرگ جامعه بشری است که این رسم زیبا و این برنامه عالی و انسانی را حفاظت و حراست نمایند. در بخش علم و دانش رساله حقوق آقا زین العابدین سرآمد و زبانزد تاریخ بشریت با دریدن مرزهای فکری و جغرافیایی و اعتقادی و مذهبی است، همه در برابر جامعیت و علمیت و ارزش بالایی که این رساله ارزشی زین العابدین داره سر تعظیم دارند. خداشناسی که از مهمترین شناخت و از مهمترین کمال انسانی است، در زندگی زین العابدین اونقدر برجسته است که بشریت انگشت حیرت به دهان میگذارند. حضرت در یک بیانی میفرمایند بکه عرفتک، ای خدای من، من از آدرس خودت تو را شناختم و انت دلتنی الیک، تو ما را رهنمایی کردی به سوی معرفتت، به سوی عبادتت، به سوی شناختت و عوینی الیک، تو دست ما را گرفتی و همراهی هم کردی تا اینی که در یک مسیر از معرفت و عبادت قرار بگیرم. و لولا انت ما ادری ما انت، اگر خودت نبودی، نصرتت نبود، آگاهی و بصیرتی که برای من دادی اینها در اختیار من زین العابدین قرار نمی گرفت، معلوم نبود که من تا چی پیمانه شما را میشناسم و در مسیر معرفت الله موفق میشوم. این یک روند است، یک روش است که در مسیر خداشناسی باید از راه توحید و از راه امدادهای الهی و از راه توکل به خدای سبحان پیش رفت و این امر را به یک مرحله رسان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم تقبل منا باحسن قبولك. بر محمد و آل محمد صلوات الله.